سلام و وقتتان بخیر بینندگان گرامی. به یک برنامه ویژه و کوتاه خبری از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. طالبان بدخشان میگویند که یک فرماندهی مقاومت پس از کشته شدن افرادش روز گذشته تسلیم شده است. طالبان میگویند که در روزهای اخیر عملیات ویژه‌ای را از زمین و هوا براه انداخته بودند و تمامی اعضای مقاومت را کشته، اسیر و زخمی کردند. و گفته که طالبان همکنون مقاومت در این ولایت وجود ندارد و تمام شده است. همزمان با این مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان در مراسم سالگرد استقلال افغانستان گفته است که حالا جهان این را درک کرده است که تعامل با طالبان بهترین گزینه برای امنیت مطمئن و ثبات منطقه‌ای و جهانی است. معاون سیاسی نخست وزیر افغانستان خاطر نشان کرده است که حل مشکل هوا و از راه گفتگو با ایران سیاست خوب و تعامل بهتر طالبان را ثابت کرد. نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بالاخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوږدوي. همچنین عبدالسلام حنفی هم گفته است که طالبان سیاست بیطرفی را در افغانستان ایجاد کرده است و افسوده است که از یک دست صدا نمی‌برایند بلکه دوستی از دو طرف می‌شوند. حنفی گفته است که طالبان 400 هزار نیرو دارد که همه آماده قربانی برای حفظ آزادی هستند. آسی همداد و بریتانیا یک تناشوی 25 ساله افغان را به دلیل دوبار تجاوز جنسی به یک دختر تناشوی 12 ساله آلبانیایی به 8 سال زندان محکوم کرد. تناشوی افغان زمانی به این دختر تجاوز کرده که هر دوی آنها در یک هتل مخصوص تناشویان اسکان داده شده بودند. رسانه‌های بریتانیایی نام تناشوی افغان را سخیداد احدی ذکر کرده است. این پناهجوی افغان ادعا کرده است که این دختر به رابطه جنسی رضایت داده است و فکر می کرده او 19 سال سن دارد. سخیداد احدی همچنین مدعی شده است که درک سن ممکن است برای کسی که در کوهستان‌های افغانستان بزرگ شده است چندان آسان نباشد. این دختر به دادگاه گفته که با وجود اینکه به سخیداد احدی گفته که 12 سال سن دارد ولی او باز هم توجهی نکرده و به او تجاوز کرده است. بر اساس حکم دادگاه قربانی این تجاوز در عین اینکه زیر سن قانونی بوده و دلیل مشکل یادگیری در موقعیت آسیب پذیری قرار داشته است. این دختر در بیانیه‌ای در مورد این حادثه گفت احساس استرس خیلی زیادی دارم، از مشکلات روحی رنج میبرم و همیشه گریه میکنم، شبها بیدار میمانم و احساس میکنم کسی مرا تعقیب میکند. همچنین منابعی که محلی در پروان میگویند که سه عضو نظامی طالبان با یورش شبانه و یخانه در ولسوالی سالنگ این ولایت میخواستند این دختر جوان را با خود ببرند و گفته که منابع این افراد این دختر جوان را از این خانه بیرون کردند و میخواستند داخل رنجر نظامی کرده و قرار بدهند. اما مردم محل در ساحه دم پل بوساین و شوب مانع حرکت رنجر آنان شده و این دختر را نجات دادند. منابع گفتند که فرمانده کندک نظامی طالبان در ولسوالی سالنگ به نام حمازی با اطلاع از موضوع خود را به ساحه رسانده و میان اعضای طالبان و مردم میانجیگری کرده است. بر اساس اطلاعات منابع محلی این چندمین بار است که افراد طالبان به قصد پراری دادن اجباری دختران جوان به خانه‌های ساکنان ولسوالی سالنگ پروان یورش میبرند. طالبان گفتند که افراد مجرم را مجازات میکنند. و خبر اخیر هم این که وزارت امور خارجه امارات متحده عربی آتش زدن کلیساها توسط یک گروه افراطی مسلمانان در پاکستان را محکوم کرده است. در بیانیه این وزارت آمده است سخنان نفرت انگیز و افراطی در تضاد با تلاش‌های بین‌المللی برای ترویج ارزش‌های مسامحه، همزیستی و صلح در میان ملت هاست. دوستان عزیز، با پایان این سرویس کوتاه خبری رسیدیم. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.